با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با عرض سلام خدمت شما عزیزان و بزرگوارانم. امیدوارم که در هر کجای این سیاره زیبا که هستید سلامت و تندرست و برقرار باشید. من امروز تصمیم گرفتم از یک سیستم دیگه استفاده بکنم. امیدوارم که بتونم این کار رو انجام بدم. اجازه بدیم ببینم میشه موفق میشم یا نه. اوکی. از چرا نمیشه. چرا اینجوری شد؟ نمیدونم. به مشکل برخورد کردیم. سابه سیمی سیاه داشت. اوکی. چرا؟ برای من خواستم یه کار اساسی بکنم انگار نمیشه. بذار از این سیستم ببینم میتونم استفاده بکنم. هفته های گذشته به خاطر اینکه عزیزان هی زنگ میزدن و ارتباط من با شما قطع میشد تصمیم گرفتم که این هفته یه کار دیگه بکنم. انگار قرار نیست اتفاقی بیفته. خب بذار ببینم. اونجا که الان هست آقای سیکس. اوکی. پس چرا من اینجا نمیتونم این کار رو بندازم؟ بالاخره موفق شدم اگر خدا بخواد. خیلی خوب. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. من میگم هفته های گذشته من متوجه شدم که به دلیل تلفنایی که از ناحیه عزیزان به من میخوره، چون من از بلوتوث استفاده میکردم، از میکروفونای بلوتوث استفاده میکردم، این مسئله باعث شده بود که من متاسفانه با اولین زنگ تلفنی که بهم میخورد بلوتوثم رو قطع میکردن و تمام صدا کمه. صدا رو زیاد میکنم میرم نزدیک. الان صدا خوبه؟ بذاریم ببینم. ولی صدا از نظر من خوبه ها. اینجا صدا خوب داره میاد. بذار من امتحان بکنم. صدا داره خوب میاد. ولی صدا از نظر من خوبه ها. اینجا الان مشکلی من با صدا ندارم. من میگم هفته های گذشته به خاطر اینکه به هم زنگ میخورد و از سیستم بلوتوث استفاده میکردم، عزیزانی به من زنگ میزدن، با اولین زنگشون متاسفانه
تماس من با شما بزرگ داره قطع می شد و بعدم دیگه به هر آب آتیشی می زدم که وصل بشم دیگه فایده نداشت، چون باید ارتباط قطع شده بود، ناچار بودم دیگه برنامه رو ببندم. برحال امروز دیگه بعد از این همه از اذیت و آزار دیگه اصلا از بلوتوث اومدیم بیرون، میکروفون گذاشتم و دستگاه دیگه اونو عوض کردم و همه چی رو جابجا کردم. حالا ایشالله که بهتون ایام عید خوبی گذشته باشه و ماه مبارک رمضان رو هم به تمام عزیزانی که در این ماه مبارک به ضیافت خدا میرن تبریک عرض میکنم. ماه مبارک رمضان علی رغم برخوردهایی که در ایران متاسفانه با ماه رمضان میشه، در هیچ جای دنیا این شکلی با ماه رمضان برخورد نمیشه، در هیچ کشور اسلامی. در واقع ماه رمضان ماه مبارک روش، ماهیه که آیات آسمانی به ما نازل شده، ما باید جشن بگیریم، شادی بکنیم، عروسی ها، تولد ها، مهمانی ها در این ایام برگزار بشه. ولی متاسفانه در ایران درست برعکس، کسی هم که روزه میگیره و نمیگیره شرش گردن خودشه، خدا میدونه خودش. هر انسانی در پیشگاه خداوند خودش مسئوله و باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اینه که بگیرن کسی رو به جرم روزه خاری روزه نخاری شلاقش بزنن یا جریمش بکنن، این به غیر از در واقع دامن زدن به توحش به جامعه هیچ کار مثبتی انجام نمیده. یعنی با این کار عصبانیت مردم نسبت به سیستم، به نظام، به دین حتی. متاسفانه در این ایام چند ساله جمهوری اسلامی با تمام تلاش هایی که مراجع تقلید کردن، نیروهای انتظامی کردن، سیستم های قضایی کردن، به غیر از اینکه ایمان ها رو سست‌تر بکنن هیچ کمکی به اعتقادات مردم نشده. من متاسفانه میبینم بسیاری از عزیزان ایرانی که میان خارج از کشور ترک دین میکنن، به ادیان دیگه میپیوندن و حتی بی حرمتی میکنن به دین خودشون. اینا برمیگرده به این برخوردهای خشونت آمیزی که طالبانی هست. در واقع ما باید برخورد طالبانی رو با سیستم جامعهمون قطع بکنیم. دین مبین اسلام دین مبارک، دین رحمت، دین پناه همه انسان هاست و هیچ شریعتی از نظر من برای انسان ها این حکمایی رو که ما خود انسان ها گذاشتیم، اعدام ها و شلاق ها رو ادیان نذاشتن، ما از خودمون در آوردیم به نام ادیان. به هر حال عیدتون مبارک، ماه مبارک رمضانتون مبارک، سیزده بدرتون مبارک. به هر حال این ایام ایام مبارکیه. امیدوارم که همه ما از این روزهای خوب عید و روزهای قشنگ ماه رمضان نعمت‌های الهی رو بگیریم و به طبیعت ظلم نکنیم. متاسفم از اینکه چندین جا کلیپ‌هایی به هم فرستاده شده دیدم، عده زیادی آتیش روشن می‌کنن، پینج بیابون‌ها، رودخونه‌ها رو آلوده می‌کنن، شهرها به هم می‌خوره، جاده‌ها آشفته میشه، تصادف‌های مرگبار به وجود میاد. ما یک مقدار مردمان عصبی داریم در داخل ایران. شماها که داخل ایران خودتون با خودتون دارید زندگی میکنید این رو متوجه نمیشین، ولی کسانی که از بیرون از ایران وارد ایران میشن، اینجا هم وقتی که بنده در ایران افتخار مهمانی شما عزیزان داشتم، میدیدم که بسیار از مردم بسیار خشن با هم رفتار میکنن، همه عصبی هم. و این دقیقا برمیگرده به رفتارهای ناهنجاری که متاسفانه عده نامسئول به نام مسئول با مردم برخورد خشونت آمیز میکنن و باعث سستی اعتقادات جوان ها به خصوص میشن. بگذاریم، امیدوارم که هر جا هستین دل هاتون همانند بهار پر از گل و سبزی و آبی آسمانی و نور الهی و نغمه های الهی باشه. درود استاد، وقتتون بخیر. گردو ارتفاع 2500 جنوب شرقی ایران سربرداری کرد، منظور میشه میشود که سربرداری کرد، احتمالا سوالتون اینه. ببینید الان دیگه جنوب شرقی، الان وقت سربرداری نیست در جنوب شرقی. جنوب شرقی الان باید، من مطمئنم هوا گرم شده باشه، بهار ریگت باید رسیده باشه. ما سربرداری هامون رو باید در پیش از
سبز شدن درختمون انجام بشه. اگر در زمانی که درخت سبز شده سربرداری بکنیم، به درخت بسیار آسیب میزنیم. در همین ویدیویی که اخیراً خدمتون تقدیم کردم عرض میکنم، یکی از عواملی که ما اگر بخوایم به درخت گردو دیر وقت بی موقع هرس بکنیم، شیره‌ای که از درخت خارج میشه و باعث جذب مورچه و انواع حشرات مختلف میشه و از اون گذشته عمر درختمون رو کم میکنه. اگر قرار بوده سربرداری بکنید قبل از شروع بهار، قبل از شکوفایی درخت، باید این کار رو میکردید. سلام به تک تک شما عزیزانم دیگه، من سلام ها رو دست جمعی بهتون عرض ادب میکنم تا فراموشم نشده. از تمام شما عزیزانم هم که به دلیل فوت نابهنگام دامادمون، پسرعمومون در واقع، برای بنده پیام های تسلیت فرستاده بودید، دست تک تک شما عزیزانم رو میبوسم. امیدوارم در خونه هاتون همیشه شادی و سرور باشه، طاعات و عبادات قبول باشه. انشالله برای همه شما صدا کمه، صدا رو فکر کنم درست شده باشه، اگه کم بود بازم به هم بگید. سلام، پیوند مرکبات در استان گیلان میشه الان انجام داد؟ پیوند مرکبات در گیلان شما باید الان انجام بدین، بله بهترین موقع است. اگر بارندگی شدید در منطقتون نیست، بله حتما انجام بدید، ولی اگر بارندگی شدید هست اجازه بدید یه خود بارندگی شدید افت بکنه، چون بارندگی شدید میزنه و پیوند رو عقیمش میکنه. پیوند یه بخشی از شیره نباتی در خودش داره و زمانی که ما درخت مادری رو شکاف میزنیم، چون قرار شیره نباتی از اون جریان پیدا بکنه، این دوتا با وجود شیره نباتی در پیوند دک و در تنه درخت، اینها باعث اتصال همدیگه میشن و پیوند جوش میخوره. در غیر این صورت در چند حالت پیوند شکل نمیگیره: یک، آفتاب سوزان شدید; دو، بارندگی خیلی شدید; سه، سرمای خیلی شدید. این سه چیز عامل سیاه شدن پیوندکم میشه. سلام صابر جان، نشان میگیرم ریشه زیاد نمیده، علتش چیه؟ نور پشت پنجره دارم و کود 320 و ریشه‌زا دادم نشای فلفل. ببینید دوست عزیزم، برای اینکه شما از هر گیاهی که میخواید از بذر بکارید و نشاگیری بکنید، یک هوای ثابت ما لازم داریم. هوای داخل خونه اصولا مناسب نیست برای یک چنین کارایی. اگر زیرزمین دارید، زیرزمینتون پنجره آفتابگیر داره، بهترین جاست. چرا؟ چون در اون زیرزمین تردد کمتره و رفت آمد کمتره، بوی غذا نیست. همون ایامی که شما در فصل زمستون در خونتون بخاری گازی روشن کردید، گاز آشپزخونه رو روشن کردید، اینا عواملیه که به رشد و نمو یک نشا تأثیر منفی میذاره. و یکی از عوامل دیگرش اینه که یک نور ثابت اونجا بهش نمیرسه. به طور مثال ببینید، تمام گیاهایی رو که ما پرورش میدیم، اینا از طبیعت باید نور بگیرن. در غیر این صورت ما باید از هالوژن، از LED استفاده بکنیم که یک نور ثابت به اینا برسونیم. وقتی که ما در یک نقطه داریم زندگی میکنیم، در محل مسکونیمون که مدام میریم میاییم غذا میخوریم، شامپو مصرف میکنیم، رنگمو مصرف میکنیم، صابون بدن مصرف میکنیم، مایع ظرفشویی مصرف میکنیم، لندریمون چیه، لباسشوییمون روشن میشه، ظرفشوییمون روشن میشه، حمامم گرم میشه، بخاری ها روشن میشن. تمام اینا عواملیه که در فضای داخل محل مسکونی بنده شما تولید گاز نیتراید میکنه، بدون که شما بدونید. این گاز نیتراید عاملیه که برای رشد نمو بسیاری از گیاه ها مضر هست. به همین دلیل من همیشه تاکیدم برای که عزیزانم که اگه درخچه در خونه هاشون نگهداری میکنن، حتما درخچه هاشون رو در این فصل که دیگه هوا خوب شده، یخ بند رو بین رفته، ببرن بیرون. حداقل این بندهای خدا یه چند ماهی رو یه هوای مثبت و عالی استنشاق بکنن. سلام، متشکرم از تک تک تو، ممنونم. یه تک تک تو نمیتونم جواب سلاماتونو بدم. سلام، میشه پیوند آلوچه رو در این فصل در استان گیلان انجام داد؟ یه مقدار زوده. البته عزیزان من متاسفانه شرایط جغرافیایی ایران از دستم رفته. شرایط جغرافیایی ایران
خب دورهایی که من تو ایران بودم برفای سنگین میمد، من خب مدتی طولانی، من بچه آذربایجان شرقی هستم ولی مدتی طولانی در تهران زندگی کردم و بعد در کرج. در این ایام همیشه کرج و تهران برف شدیدی داشت، هوای خوبی داشت، ولی الان من ایام که سفر کردم به ایران دیدم که اصلا بخشی از تهران یا بخشی از ایران بهار رسیده بود. بالی که من ماه بهمن ماه بودم، من 22 بهمن ایران بودم، 12 بهمن ایران بودم. به همین دلیل اگر منطقتون هنوز آفتابش به اون مرحله نرسیده که خیلی داغ باشه و اگر بارندگی های شدید ندارید، یه خود دست نگه دارید. به نظر من تا آخر فروردین اوایل اردیبهشت زمانت بسیار عالی خواهد بود برای این کار. صدا خوبه؟ الحمدلله، الحمدلله، خدا رو شکر. میگم دیگه این دوره دیگه یه ترفند خوبی پیدا کردم، بالاخره به همت، البته به قول این وریت جینیستا، به قول ایرانی ها فکر کنم بشن باهوشا نابغه ها، یه همچسی بشه. از بچه های مثل امیر حسین عزیز و احسان عزیز اینا به من تقلب رسوندن، گفتن که اگه صدا ها نمیاد باید یه کارهای اساسی بکنی. به خصوص امیر حسین من دیروز هر روز پیغام داده که آقا تمام سیستم تو باید عوض کنی، سیستمت مشکل داره. با هم فقیریم آقا، ما نداریم اینجا گفته بده تعمیرگاه، البته اینجا تعمیر نمی کنن. امیر حسین عزیز الان هم اینجا دارم میبینم، لطفا در مورد حلقه برداری بهت میرسم، اون بالایی رو بذار جواب بدم بهت میگم. بعد اینجا سیستم تعمیر نمیشه متاسفانه، اینجا هر چی که خراب میشه باید بندازش دور، یکی دیگه بخری با کوچکترین اشکالش. حتی من دستم توی خورد، تمام سوالا رفت یهو پایین. میخوام برگردم از اونجایی که سوالا رو داشتم جواب میدم. عالی، صدا عالی خوبه. خب تا اینجا صدا عالی خوبه. سلام، در مورد هرس درخت فندق توضیح بدید. ببینید درخت فندق همانند درخت گردو، همانند درخت بادوم، باید در هرسش بسیار دقت بکنیم. اگر ما درخت فندق رو، درخت بادوم رو، درخت گردو رو، شاخه های زخیمش رو هرس بکنیم، درخت به یک بار مرتکب شوک میشه. ما درخت فندق و درخت گردو و درخت بادوم رو باید حتما طوری هرس بکنیم، اولا شاخه هایی که از درون درخت به شکل به این شکل تو دل هم میرن اونا رو حتما حذف میکنیم. شاخه هایی که بالای تاج درخت میدن به حالت نرک و اون بالا شروع میکنن به برگزایی که سایه منزن به داخل درخت، اونا رو سربری میکنیم. از سطح زمین حداقل باید 1.5 متر از سطح زمین تنه رو لخت نگه دارید. اون قسمت پایین چون آفتاب خوبی نمیگیره، میوه های خوبی تولید نمیکنه. شاخه های مرده، شاخه های بیمار رو حتما هرس بکنید. از دیدگاه بنده، شما از من خیلی بیشتر میدونید همتون، مطمئنم، ولی از دیدگاه بنده حقیر، بهترین زمان هرس فندق در همون انتهای فصل زمستونه. در پاییز بسیاری اقدام به هرس میکنن و اگر در پاییز ما نهال باشه هرس کنیم، هیچ اشکالی که نداره، منفعت هم داره، به شرط که در انتهای پاییز باشه، قبل از یخ زدن هوا، قبل از ریزش برف شدید، قبل از رسیدن درجه به زیر صفر، زمانی که درخت لخت فقط شده باشه، اون زمان ایدئالیه برای نهالها. ولی وقتی درختمون از 4 سال 3 سال میگذره، بهترین زمان در انتهای زمستون منطقه تونه، نه ماه اسفند. منطقه هاتون رو ببینید کجا هستین. به طور مثال الان ما در استرالیا، در سیدنی، همین الان که ما وارد زمستون داریم میشیم، ببخشید وارد بهار داریم میشیم که شدیم، اونا در همین لحظه وارد در انتهای پاییز به سر میبرن. به همین دلیل یعنی ما باید مناطق جغرافیایی خودمون رو در نظر بگیریم. نیوزیلند، استرالیاست یا همین کانادا، اگر شما باشید و بدونید، حتما بخشای مثل آنتاریو اونجا هنوز که هنوز یخبندونه، ولی خب عوضش ونکوور بهار بسیار دلانگیز و زیبایی داره. یا در همین آمریکا به دلیل وسعت خیلی بالایی که داره، الان کالیفرنیا، نوادا، نیومکسیکو، جنوب تگزاس، دیگه عرضم به حضور شما آریزونا، اینا
در هوای گرم به سر میبرم، با حالی که در منطقه کلان بنده هستم میبینید که من تازه لباس زخمی من پوشیدم، تازه زیر آلاچیقم میشستم، هوا هم بسیار خنکه. بنابراین من نمیتونم هوای اینجا رو با اون آریزونا یا شما که در تهران هستید هواتون رو با سقز یا با سراب عزیز خودم هم مقایسه بکنید، که هوای سراب الان به دلیل کوهستانی بودن در جوار سبلان و کوههای مثل آرارات و اینا سرما و یخبندون بیشتر از قطعا خود رشته یا مازندرانه. پس بنابراین مناطقتون رو در نظر بگیرید، در منطقه خودتون زمان انتهای بهار منطقتون هرس بکنید، و هرس هایی رو که انجام میدید حتما 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 فندق، بادوم و گردو، حتما جای زخم ها رو یا با چسب پیوند حتما پوشش بدید، ور ندارین چسب چوب بزنید. عده زیادی برای من می نویسید که با چسب چوب بزنیم. چسب چوب عزیزان خاصیتش بر اینه که لابلای دو تا چوب قرار می گیره و میخ میشه، و این مواد به دلیل ندیدن نور و حرارت خورشیدی این چسب اون وسط میمونه. ولی همون چسب چوب رو شما اگه بزنید به تنه چوب در بیرون و در فضای آزاد باشه، آفتاب بهش بتابه، به حالت پوسته در میاد و با بارندگی و وزش باد اصلا کنده میشه و میره. پس هرگز از چسب چوب استفاده نکنید. چسب چوب برای درخت اصلا مفید نیست. بعدش هم یادمون باشه ما هر آلاینده‌ای رو به تنه درخت ها نباید بزنیم. وقتی یک موادی رو ما به تنه درخت میزنیم، از همونجا ما میتونیم ویروس رو وارد تنه درخت هم بکنیم. پس بنابراین بهترین کار چسب پیونده یا رنگ پلاستیک سفید ساختمونیه یا ضد زنگ رقیق نشده که تینر بهش قاطی نشده باشه. اینها رو ما میتونیم استفاده کنیم. روی زخم رو حتما میپوشونیم و ارتفاع 1.5 متر از زمین رو فاصله میدیم. شاخه ها رو هم، شاخه هایی که داره به حالت عمودی در دل درخت فرو میره اونا رو حذف میکنیم، و تاج درختی که اون قسمت هایی که داره به حالت نرک میره بالا نمیذاریم رشد بکنه، اونا رو یک خلاصتون بکنم. شما درخت فندق و گردو و بادوم رو فقط 1/5 رو حق دارید هرس بکنید، نه بیشتر. صدا عالیه، الحمدلله، خدا رست. مهندس علی امان اللهی رو هم در این جمع میبینم. من وقتی این عزیزان رو که میبینم توی این جمع میخوام صحبت بکنم به تته پته میفتم، حقیقتش جرأت حرف زدن پیدا نمی کنم. احساس میکنم که الان اونجا دارن میگن که این چقدر شاگرد تنبلی بوده و نمیتونه درساش رو خوب پس بده. برای بزرگوارا منو ببخشید دیگه، میدونم سواد و علم و تخصصان در حد و اندازه شما ها نیست. به هر حال علی امان الله عزیز، مهندس عزیز، خیلی دوست دارم، متاسفم اومدم ایران به دلیل اینکه به هم پیغام دادی کرونا داری، دیگه نیومدم به دیدنت، انشالله دفعه بعد. سلام دکتر، تبریز میشه زعفران کاش؟ نه، تبریز زعفران نمیشه کاش به چندین دلیل. ببینید بهترین جایی که در ایران میشه زعفران عمل آورد قائناته. چرا در قائنات؟ قائنات یک منطقه سرد، یک منطقه دشت، یک خاک کاملا متفاوت با منطقه شما داره. در همین آمریکای جنوبی مثل مکزیک یا اسپانیا یا خیلی جا، حتی افغانستان تلاش کردن که زعفران بکارن، عمل نیامد. یادم باشه ایران در جهان از نظر زعفران منحصر به فرد، هیچ کشوری، هیچ جایی، هیچ خاکی، خاک قائنات برای زعفران نمیشه. و متاسفم که بگم الان زعفران های ایرانی همون قائنات به شکل قاچاق، به شکل دزدی، کسافت هایی که در سیستم اقتصادی را نفوذ کردن فعلی میفرستن اسپانیا، به دلیل اینکه ایران در تحریم هست، بسته‌بندی اسپانیایی میشه و در تمام بازار آمریکا، کانادا، جاهای دیگه من دیدم متاسفانه زدن زعفران اسپانیا. اسپانیا که سهله، پدر جد اسپانیا هم غلط بکنه که بتونه زعفران تولید بکنه. پس از آذربایجان شما میتونی بادوم بکاری، بهترین زردالوها رو بکاری، شما بهترین سیب و گلابی ها رو میتونید بکاری، سیب گلاب میتونید اونجا بکاری، شما در آذربایجان میتونید بهترین بادوم ها رو بکاری. چرا میرید به دنبال زعفران؟
در مورد مراحل نشا توضیح بدین، ممنون میشم. مرحله به مرحله ببینید منظور از نشا چی؟ ما گوجه فرنگی نشا، برنج نشا، چه نشا؟ نشا رو بخوام تمام نشا رو بخوام توضیح بدن تا فردا صبح در خدمتتون باشم. خب هرس درخت توت چتری رو توضیح بدید. توت چتری رو البته یادمون باشه، توت چتری رو به دلیلی که به قول اصطلاحا روش هستش دیگه، ما اگر میخوایم هرس بکنیم حتما اون شاخه ها که اون پایینه، این تنه درخته، شاخه ها رو هم میخوابه، کنگره ای میاد رو هم، برعکس درخت ها دیگه همه میرن بالا این میاد پایین. پس ما شاخه هایی که اون زیر میمونن سایه میگیرن، سعی کنید حتما 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 شما درخت رو طوری هرس بکنید که از لابلای این شاخه ها به پایینیا نور بتابه و جریان هوا پیدا بکنه. در غیر این صورت همیشه اون توت های پایین حالت سیاه و لجز پیدا میکنه و پر از حشره میشه. فقط به فقط راه هرسش اینه و اصولاً یک مقدار اینا به زمین نزدیک میشن، تا اونجا که میشه شما اگر اون شاخه‌هایی که پایین دسته تو سایه هستن رو هرس بکنید و این شاخه‌های دیگر رو فقط به فقط به اندازه یک چهارم از سر شاخه‌هاش بزنی، این تولید بالاتر میکنه و بالاتر و بالاتر میره، خیلی زیبا و بزرگ عمیق میشه. ولی اگر اون داخلی‌ها رو هرس نکنید و اینا رو سربری نکنید، اینا به شکل انبوه رو هم میخوابه و تولید حشره میکنه و فقط اون چند تایی که روی شاخه های بالا هست و آفتاب گیره اونا جالب خوراکی میشه، بقیه به حالت سیاه و لجز در میاد. خیلی متشکرم از احوال پرسی تک تک تون، فدای تک تک تون بشم. سلام صابر جان، نشا میگیرم، اینو که توضیح دادم سلام عبادت قبول، مرسی. تاوادت عبادت قبول شما باشه. سلام صابر جان، برای شمشاد کانادایی چه شته یا شپشکی میزنه و برگها رو زرد میکنه و خشک میکنه، چه سمی بزنیم؟ ببینید شمشادها رو شما اگر میکنید، اولا که یادتون باشه شمشاد اصولا بوته مقاومیه، یا به قول همون کانادایی یا بوشه بسیار مقاومیه، به همین دلیل نباید آفت بهش بخوره. اصولا این مشکلی که شما دارید از خاکتونه. شما اولا که روی خاکتون رو اینجا خوشبختانه، البته حتما شاید کانادا نیستی داری این سوال میکنی، شاید اسمش رو داری میگی، برای روی خاکش رو حتما مرچ پاشی بکن. اگر مرچ نداری میتونی گراول یا همون شن درشت، نه شن ریز، بریز. یکی از عواملش اینه که روی خاکی که اون پایین چون سایه بسیار زیادی داره و اون سایه ها باعث میشه که در پایین دست ها جوانه های جدید که تولید میشه، شته ها کلن عاشق رویش های جدیدن روی تمام گیاه ها، به خصوص در انگور، در رز، در بیشتر درخت ها اینا شیره های جدیدش که تازه شروع میکنن به شکوفا شدن رو اینا دوست دارن بیان بچشن و بخورن. پس بنابراین اول خاکت رو حتما روش رو بپوشون، دوم اگر دوست داری که از این مشکل دور بشی، همین الان هم وقتشه، شما میتونی اگر در خارج از ایران هستی، به نظر من بهترین اینه که مالاتان، برو مالاتان بگیر، برای هر 2 لیتر به اندازه 2 گرم مالاتان بریز و اسپری کن، تمام زیر و روش رو از این مشکل دور میشی. ولی اگر در ایران هستی، در ایران هم مالاتان تا اونجا که میدونم پس دیازنون هم میتونی استفاده کنی. کاملا فرمایش های شما درسته، نمیدونم باجه بشین میگی، ببخشید. برای نشا از شن استفاده کن، بعدش اسید هومیک بده. خیلی خوب، اینم دوست عزیزم توضیح داده برای نشا استفاده بکنی. بله خیلی عالی. برای نشا از کود استفاده نکن تا ماه بعدش. اینم از این. صابر جان برای آفت روز، برای آفت رزماری چه سمی بزنیم؟ حشره های ریز میزنن. ببینید رزماری چون قراره بخوریم، حواسمون باشه نباید از سم استفاده بکنیم. متاسفانه الان حتما عزیزانی که در جریان اخبارا هستن، 35% مواد میوه سیفیجات که در ایران تولید میشه میره توی زباله. به همین راحتی بهتون میگم
قابل مصرف نیست به دلیل استفاده های بیروی از سموم و موادهای شیمیایی که رشد به اینا میده. پس بنابراین شما برای رزماری که اذیتت نکنه حشره، بهترین کار اینه که یک قاشق غذاخوری روغن مایع خوراکی، یک قاشق غذاخوری روغن صابون مایع دستشویی و یک قاشق چای خوری جوش شیرین و یک قاشق چای خوری هم سرکه، سرکه سیب باشد، نه سرکه سفید، نه سرکه رنگی. اینا رو همه رو میریزی رو هم دیگه، با 2 لیتر آب مخلوط میکنی، حسابی شیکش میکنی، مخلوط که شد اسپری میکنه روشون که هیچ ضرر که نداره، حشره رو آب میبره و شما میتونی بخوری و کلیت و ریت هم داغون نشه. اوکی امیرحسین عزیزم، امروز با احسان صحبت کردم، نمیدونم پیغامم بهت داد یا نه. احسانم به من گفت که چون درگیر اساس کشی و مسافرت این حرفا بوده، عذرخواهی کرد تو این ایام نتونسته با شما تماس بگیره امیرحسین جان، ولی به من قول داد که امروز از طریق تلگرام این تمام صداهای من رو برای شما بفرسته. و اگر شما به سانکلاد رادیو گلچین دسترسی پیدا کردی، تمام برنامه‌های من در اونجا هست، لطف بکن اونها رو همینجور که تا حالا درد سرم گردنت بوده در آپارات بذار در اختیار مردم و برای منم بفرست، من بذارم در اینستاگرام که عزیزانم به طور رایگان استفاده بکنن. و اگرم توانش داشتی در ایران به حالت DVD به هر شکلی که خواستی انجام بده به دست مردم. لطفا در مورد حلقه برداری درخت میوه آموزش بدی. مجید از شیراز پرسیده بود، تعجب کردم. مجید ببین، حلقه برداری اصولا درخت رو ما وقتی که میبینیم دوچار سالاوری شده، بار سنگین داده، سال بعد داره افت میکنه، میوه میده میوه نمیده، شکوفه میده میوه ها میریزه، او وقتی که ما میاییم چیکار میکنیم؟ حلقه برداری میکنیم. این تنه درخت رو در نظر بگیر، یک ابزاری رو که بسیار قوی باشه، ضخیم باشه، ما میندازیم به اندازه 1.5 سانتی متر تا 2 سانتی متر، ولی تمام این پوست درخت رو ما باید به شکل حلقه دایره‌ای از کمر درخت به اندازه مثلا از زمین 1 متر و 20 سانتی فاصله میدیم، اون رو کاملا پوست درخت رو، نه اینکه بخوایم با چکش مکش بزنیم زخمی کنیم، این رو باید با یک شی بسیار تیز و عمیق که عمقش هم بیشتر از خود تنه پوست نباشه، فقط پوست رو برمیداریم و رها میکنیم و این مسئله باعث میشه که اون شیره نباتی که انباشته شده در اون بالا پایین نمیاد. حالا با این کار اتصال رو از ریشه قطع میکنه و این شیره نباتی اون پایین میمونه، حالا اون شیره نباتی اون بالا مصرف میشه، درای فصل بعد این درخت پوست رو دوباره بازسازی میکنه و شیره نباتی طبیعی تولید میکنه و به گل و میوه تبدیل میشه. قبول کن چی رو نمیدونم، ریشه داره ولی خیلی ضعیف و بعد از اون تعدادی رو از دست داد، اصلا نشاط خوب نبود. ببینید این سوال میشه که برمیگرده به همون سوال قبلی. ببینید عرض میکنم محیط بسیار مهمه، ولی برای ریشه دار کردن بیشتر موادهایی که ما میخواییم نشازایی بکنه، بهترینه که ما از ماسه‌های خیلی ریز استفاده بکنیم، از خاک که رست داشته باشه استفاده نکنیم، به دلیل اینکه خاک تمام اون قوه نامیه بذر رو کور میکنه، ولی وقتی که یک ماسه خیلی ریز باشه به راحتی در اون فضا اون قوه نامیه تجدید میشه و بعض تولید به ریشه اقدام میکنه و یک نشای خوب به دست میاری. از سم دیازنون، خب این دوستمون جواب از زنم نمیده، ببخشید درخت زردالو در مناطقی که زمستونشون تقریبا سرد باشه تابستونشون گرم باشه جواب میده. درخت زردالو البته بسیارم سرما رو دوست داره، یکی درخت زردالوه، یکی درخت بادومه، اینا فقط آب زیادی توی خاک رو نمیپسندن. یکی از دلایلی که درخت زردالو و بادوم
بهشون آسیب میرسه، آبیاری نامنظم و خفه شدنشون ریشه ها در آب زیادی بهار و زمستونه. در غیر این صورت زردالو در مناطقی که سرده و تابستون گرمم داره اتفاقا بسیارم عالی میشه. اصطلاحا بهش میگفتن در ایران شکرپاره، به دلیل زمان وقتی اونجا 12 ساعت آفتاب میشه و 12 ساعت سایه، اون وقت اونا از رسیدگی شروع میکنن به شکاف برداشتن، بسیارم عالی میشه. سرما باعث خشک شدن شکوفه های زردالو در هشت‌گرد کرج شد. برای اینکه درخت ها دیرتر شکوفه کنند چه باید بکنیم؟ ببینید اصولا برای اینکه درخت ها دیرتر شکوفه بکنند ما دو راه بیشتر نداریم. یک، اینکه درختانمون زمانی که به خواب رفتن حتما این درختانمون رو ما با روغن برک سرتپاشون رو سمپاشی میکنیم در درجه اول، و در درجه دوم زمانی که به هرس میخواییم برسیم، فصل هرس، وقتی که درخت ها هنوز تورم روش هست ولی از تورم خبر نیست، زمان هرسه، مجدد یه سم برکم میزنیم. سم برکمون هم 5% به بالا نباشه. و اما یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم در زمانی که نیمه های زمستون دیگه داره به طرف بهار میره، یک روزی رو که مطمئن این قراره شبش یخ بندون شدید بشه، بهترین کار اینه که باغچه رو آبیاری کنید و اجازه بدید اون آب یخ بزنه. وقتی اون آب یخ بشه میشه یخ‌آب در واقع، و زمان میبره تا ریشه دیرتر از خواب بیدار بشه و خاک هم ترد میشه و این مسئله باعث تنفس بهتر ریشه هم میشه. این سه کار رو ما میتونیم انجام بدیم برای دیرتر شکوفه شدن. ولی خب اصولا در خیلی از دنیا الان درختایی که همین منطقه ما بسیار هوای خشنی داره، الان هوا خوبه، ممکنه 3-4-5 روزی اصلا برف بیاد اینجا. این شکلیه. همین روز پنجشنبه بود یا چهارشنبه بود، یه اون طرف تر از ما، من رفته بودم وسیله بیارم، برف داشت میمد به همین راحتی. ولی اینجاها رو الان سعی میکنن تغییرات ژنتیکی روی درخت ها انجام دادن، درخت های مقاوم به اینجور هواهای خشن تولید شده. سعی کنید از زمانی که نهال تهیه میکنید درخت های مقاوم به هواهای خشن یا یخ استفاده بکنید، از اسید هومیک اسپانیایی استفاده کنید. این دوستمون سوال اون دوستمون داره جواب میده. استاد ببخشید سوال منو لطفا جواب بدید. چی بود سوالتون؟ من نمیدونم، ندیدم چیزی، نمیدونم حالا بزنم چیه. سلام استاد عزیز، میشه به زردالوی پیر که تقریبا 10 سال داره پیوند اسکنی زد؟ نه نمیشه اون راه رو. ما اگر خیلی پیر شده ما میتونیم در فصل پیوند کلن ببریمش و پیوند نیمانیم بهش بزنیم. بهترین کار میشه اینجوری که در واقع ما ریشه رو سالم داریم، تنه رو میبریم و روی اون تنه پیوند میزنیم، ولی نه اینکه کامل از پایین ببریم. میبریم بالا، بالا دست 5-6 تا بازوی رو نگه میداریم، رو اون بازوی رو هر کدومش 3 تا پیوند میزنیم تا 4 تا پیوند میزنیم که اگر یکیش دوتا خوش شد الباقی زنده بمونه. یعنی از ماه اول پود ندن تا ماه دوم؟ نه دیگه، نه. اصلا در زمانی که شروع میکنیم برای هر گیاهی رو که میخواییم بذرش که بکاریم کود ندید. کود خودش عامل سوختگیه. حتی گوجه فرنگی رو، نشاش هم که میخواییم بکارید بیارید توی باغچه، در اون زمان بهش کود ندید. کود رو زمانی میدیم که شروع کرده به گرفتن و کامل شدن، مطمئنیم دیگه شکوفا شده، اون وقت هر مثلا 20 روز یا یک ماه یک مرتبه بهش کود میدیم. در بعد به شروع کار هیچ وقت از کود استفاده نکنیم در هیچ چیزی. آره شما باید کود فسفر بالا بدیم تا ریشه رشد کنه. اگر فروسد نزنیم فرصت نشه بعدن چه کودی بدیم؟ ببینید فروسد در واقع کمک میکنه به درخت که زودتر به مرحله رشد برسه. این طور نیستش که اگه ما فروسد ندیم فاجعه شده باشه، نه، این کمکیه، در واقع یک کود کمکیه. شما میتونید الان به حالت چالکود به باغتون تغذیه رو برسونید، ولی سعی کن الان توی این
چارکودتون تا اونجا که میتونید از نیتروژن استفاده نکنید، از پتاس، از فسفر، از منیزیم و از ازوت بیشتر استفاده کنید تا به میوه بیشتر برسید. چون اگر از نیتروژن استفاده کنید فقط به برگا و شاخه ها کمک میکنه. یک توضیح بدین داداش گلم، کامل میخوام عکس بگیرم ازش، من نفهمیدم چیه اینا. استاد بعضی از درخت ها شکوفه باز کرده، درخت هایی که دیر از خواب بیدار میشن فرصت بزنیم برای اونها شکوفه باز کردن ضرر داره؟ اولا که زمان فرصت الان نیست، اشتباه نکنید، فرصت رو ما زمانی میزنیم که میوه ها رو از درخت برداشت کردیم، برگا روی درخت هست، ما رو اون برگا فرصت میزنیم نه روی شاخه ها. الان فصل فرصت زدن نیست، الان توی باغچه‌هاتون وقتی درختتون شکوفه داره از هیچ نوع مواد شیمیایی استفاده نکنید که بسیار خطرناک، درختاتون رو عقیم میکنه. ولی بهترین زمان فرصت زدن زمانی که درختاتون رو میوه‌هاش رو برداشت کردید، درختا دیگه دارن میرن به استراحت ولی برگا سبز و سرحال هستن، اون زمان شما فرصت رو به درخت اضافه کنید. سلام، چه درختانی باید جفت باشن و چه درختانی ریشه وحشی و قوی دارن؟ ممنون شد. بغیر از درخت آلبالو بیشتر درختای میوه همشون جفت لازم دارن. بعضی از درختا مثلا مثل پسته میشه ما روی پایه پیوند نر و ماده بزنیم، مثلا 6 تا ماده میزنیم یه دونه نر، این رو میشه انجام داد. ولی که بیشتر درختا همشون پیوند چه جفت رو لازم دارن. و اما ریشه وحشی بهترینش، قوی ترینش مثل نارنج، مثل خرمالوه، اینا ریشه های وحشی دارن که ما میتونیم از اونا استفاده کنیم. برای نارنج ما میتونیم پایه برای مرکبات استفاده کنیم، برای ریشه درخت خرمالو وحشی هم میتونیم روش انواع خرمالوها رو پیوند بزنیم. توی دایرکت پیام دادم، ببخشید من دایرکتامو نمیخونم چون نمیرسم، اگر میشه زیر پستام سوال بکنید که من جواب بدم. سلام جناب صابر، متاسفم مشکل ما همون یک عدد ما مسئول هست. جناب آقای مهندس صابر، مشکل ما قارچ زدن بدنه و شاخه و برگ گلابی هست، چیکارش کنم درست بشه؟ خب مشکل ما قارچ زدن بدنه و شاخه و برگ گلابی هست، چیکارش کنیم مشکل حل بشه؟ ببینید قارچ زدن اصولا گلابی نباید قارچ بزنه، منطقتون احتمالا منطقه رطوبتی و شرجیه که این اتفاق میفته. ولی که برای پیشگیری از قارچ زدگی شما بهترین روش که میتونه استفاده بکنید، گوگرد رو اسپری کنید روی تنه درختتون. شما گوگرد مایه تهیه بکنید، این گوگرد مایه رو زمانی که درختتون روش گل و شکوفه نداره، و این کار بهترین زمان هم اینه که در فصل خواب درختم باز روغن ورک روی درخت اسپری کنید، و در فصل بهار بعد از اینکه درختتون شکوفه‌هاش ریخت و میوه‌ها به اندازه یک نخود شد، میتونید از گوگرد و قارچ‌کش مخلوط بکنید و اسپری کنید. ولی آبیاریتون رو هم که دارید میکنید با گوگرد مخلوط بکنید که ریشه احتمالاً درش قارچ وجود داره. متشکرم. سلام استاد عزیز، درخت گیلاس 5 ساله دارم، آذربایجان شرقی هستم، برگ‌ها درختم بعد از ماه خرداد کمی مچاله میشه و انگار رطوبت نداره، کمی هم پیچ میخوره ولی حشره نداره، چیکار بکنم؟ یکی از علتهایی که این پیچیدگی هستش وجود کنه هست. شما کنه ها رو نمیبینید، کنه ها بسیار ریزن، این کنه ها میان بخش های شیرین برگ رو که بخش های سبزش هست رو اونا میچشن و هم عامل لوله شدنش میشه. شما حتما از کنه کش استفاده کنید تا مشکلتون حل بشه. میتونم قلم زدن شمدونی رو میتونیم قلم زدن شمدونی رو شروع کنیم استاد؟
قلم زدن شمدون رو به غیر از زمستون در تمام فصل شما میتونی انجام بدی. بهترین زمانی هم که میتونی قلم بزنی همین الان. اوکی استاد، چه باید ریشه هوایی بزنیم؟ توضیح بدید. ریشه هوایی رو همین الان شروع بکنید. اگه یخبندون در منطقتون از بین رفته، الان بهترین زمانه. شما همین الان شروع بکن و تا آخر خرداد قطعا آماده میشه، شاید هم قبل از خرداد آماده میشه، انشالله جدا میکنی و استفاده میکنی. آغاز بهار بهترین زمانه که تکثیر ریشه هواییه. ما اگر نهال انگور سردست بیاریم منطقمون جواب میده، نیمه گرمسیره. سردشت، انگور سردشت، نه اونجا بعید میدم جواب بده، چون منطقه سردسیری باید باشه. اتفاقا سردشت رو منظورتون، نه جواب نمیده. میشه لطفا توضیح بدید کود سبیس رو چه مقدار به گلدون باید بدیم بر اساس اندازه گیاه؟ ببینید، اولا که برای گلدوناتون هیچ وقت کود پودری ندید، کود رو مایه بدید. سعی کنید به دنبال کود مایه باشید. اگرم کود مایه نبود گیرتون نیامد، خودتون همون کود پودری رو در آب ولرم بریزید و از صافی ردش بکنید، اون رو به حالت مایه در بیارید به گلدوناتون بدید. و سبیس رو اصولا شما باید نگاه بکنید چه گلدون هایی دارید، اسراف نکنید زیادی در گلدوناتون که به مشکل برمیخوره. دلیل اینه که گلدون ها چون اگر سفالی باشه رسوب میبنده و تولید نمک میکنه، اون سفیدک هایی که دور سفال ها بسته میشه، اینا خودش باعث میشه که در دراز مدت گیاهتون رو از بین ببره. و اصولا در فصل زمستون هرگز به گیاهانتون کود نرسونید به هیچ عنوان، حتی داخل ساختمون هم که بودن. ولی از آغاز بهار سعی کنید تا اونجا که میتونید گیاهاتون رو بیارید بیرون یا جلوی پنجرهایی که باز هستش هوا جریان داره بذارید. و بهترین حالت کودهیش هم ماهی یک مرتبه برای گلدون هایی که شما دارید. بهترین حالتش هم اینه که برای 2 لیتر آب به اندازه 1.5 گرم تا 2 گرم کود مایه سبیس یا هر کود دیگر اضافه بکنید. دلیل بار ندادن درخت گیلاس چیه؟ 10 ساله گل زیاد داره. ببینید، دلایل زیادی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش میتونه تک بودنش باشه، یکی از دلایلش همین زیادی شاخه های انباشته شده خشک روش باشه، پیر شدن شاخه هاش میتونه باشه، نبود زنبور در منطقه تو میتونه باشه، تنش‌های آب و هوایی میتونه باشه، آبیاری نامنظم میتونه باشه، سفت شدن خاک ریشه میتونه باشه، نرسیدن تغذیه میتونه باشه. ببینید کدوم اینا رو توی این مسئله رعایت نکردید تا به اون مشکلتون پی ببرید. خب علت زرد شدن برگ درخت سیب رو لطفاً بگید. ببینید، درخت سیب یکی از درخت‌های بسیار مقاومیه که در سطح جهان، نه تنها در ایران، یعنی سیب رو در هر جای دنیا به راحتی میشه تولید کرد، در سردترین نقاط و در گرمترین نقاط. بنابراین زرد شدنش فقط میتونه مشکل ریشه باشه. شما ببینید توی خاکتون چه مشکلی دارید. یکی از کارهایی که میتونید بکنید، البته آبیاری زیاد نکنید، یکی از کارهایی که میتونید بکنید، به حالت چارکود بهش کود برسونید. سعی کنید پای درختتون رو نزدیک تنه، نه با فاصله مثلا 20-25 سانتی در تنه، زمین رو به آرامی شخم بزنید، به آرامی بیل بزنید. و الان سعی کنید تو این شرایط اگر میتونید بعد از اینکه شخم زدید، شاید توی ریشتون کرم ریشه خار باشه. پس بنابراین بهترین کار اینه که از نظر من وقتی زمین رو به آرامی بیزدید، خاک رو نرم کردید، 1 سطل 10 لیتری رو توش به اندازه 1 لیتر قارچ کش میریزید، مثل برادو یا برادو فیکس یا کپیتان. اون رو دور درخت، به تنه نه، دور درخت روی خاک بریزید. بعد مجدداً 1 هفته بعدش همین کار رو با 1 سم دیازنون یا
مالاتان یا هر سم که ضد حشره هستش انجام بده که این ریشه رو از این مشکل خلاص بکنی. مشکل در ریشه است. سلام عزیزان، متشکرم. جواب سلام ها رو دیگه به همتون کلی میدم. درخت گیلاس 5 ساله دارم، بار نمیده، آذربایجان شرقی. اوکی، شهرستان هشرود. اوکی، دلیلی که میوه نمیده، آیا این درخت شما تکه؟ ببین، یکی از عواملی که هستش میتونه اینا باشه. میتونه عواملش نارسایی مواد مغذی به درختون باشه، آبیاری نامنظم باشه، سفت بودن خاک توی ریشه میتونه باشه، بودن آهک زیادی در خاکتون باشه. یکی از مشکلاتی که در خاک ایران ما وجود داریم وجود آهک زیادی در درون خاکه. بعد این مسائل رو در نظر بگیر، هر شاخه مرده‌ای که وجود داره حتما اونها رو هرس بکن، از بین ببر. و حتما حتما اگر درخت تکه، باید یک درخت دیگه در کنارش بکاری. ولی خب زنبور و حشراتی که عامل گردافشانی هستن در وجود منطقه بسیار موثرن در گیاها. اصولا یه مقدارم یادتون باشه، کود زیادی به درخت ها دادن، کود شیمیایی زیادی درخت دادن که زیادی درخت رو ما قوی میکنیم. درخت فقط شروع میکنه به قنچه دادن و گل دادن و برگ دادن، به میوه نمیرسه. درخت هاره، در واقع درخت زیادی قویه، اون رو باید جلوگیری بکنید. بیشتر از اون بهش دیگه کود ندید. کود زیادی هم یکی از عواملشه. افراد در کوددهی به درخت ها نکنید. استاد جواب بنده رو ممنون میشم. نمیدونم سوال چی بوده، هرچی فکر میکنم پیدا کنم نمیدونم. اوکی، کاش بیشتر ویدیوهای آموزشی رو توی پیج به اشتراک بذارید. ببینید در یوتیوب و در آپارات تمامش هست، رایگانه. برید از یوتیوب و آپارات ببینید، اینا همه هستش. آپارات که الحمدلله توی ایران دسترسی دارین، حالا یوتیوب رو شاید بگن که سخته، ولی آپارات یقینا دسترسی بهش دارید. خب اینا رو هم که جواب دادیم. تو واتساپ نیستین دیگه یا شمارتون رو عوض کردن؟ من عزیزان باور کنید خیلی گرفتارم، خیلی کار دارم، خیلی خیلی کار دارم. به همین دلیل باورتون شاید نشه، در طی روز تمام وقت تلفنم از هم میذارم کنار، میرم به کارام برسم، چون نمیرسم واقعا. یکی از دلایلش اینه. درود جناب صابر، بعد پیوند مراقب از گردو چطور هست؟ آب بدیم یا نه؟ ببینید اصولا در زمانی که ما پیوند میزنیم زمین به اندازه کافی آب داره، زمین و هوا. هوا رطوبت نسبی رو داره و زمین هم رطوبت آبی و بارونی خودش رو داره. به همین دلیل اگر نوبت آبیاری در زمانی که پیوند رو داریم میزنید رسیده بود، سعی بکنید یک فاصله بندازی، که چون اگر آبیاری زیاد بشه پیوند شیره خودش رو زیادی تولید میکنه و پیوندک نمیتونه اون رو در خودش جذب بکنه. درخت گردو تازه تازه متروم شده میشه هرس بشه؟ درخت گردو تازه متورم شده، درخت گردو تازه متورم شده میشه هرس بشه؟ نه، شما دیگه الان درخت گردوتون رو باید حدوداً 10-15 روز پیش میکردید هرس، ولی برید نگاه بکنید ببینید هیچ کدوم اون تورم هایی که اون بالا هستن، متورم هایی که اون بالا هستن، اگر هیچ کدومشون سرشون سفید نشده میتونید، ولی یه مقدار دیر شده. سعی کنید این به بعد یه خود زودتر اقدام بکنید. جناب مهندس، درخت انگور نر را چیکارش کنم؟ ما درخت انگور نر نداریم. درخت های انگور همشون میوه بده هستن. هیچی، بهش پیوند بزن، کاری نداره که، حیف، گناه داره. ریشه که سالمه الحمدلله، خیلی خیلی ساده است. شما میتونی پیوند شکمی بزنی، الان هم وقتشه.
برو از کسانی که درختای انگور خوب دارن چند تا پیوندک تهیه کن، الان وقتشه، الان وقتشه، برو چند تا بهش پیوند بزن، 6 تا 7 تا 8 تا بهش پیوند بزن، شاخهای بالا رو همه رو عرض بکن، فقط یک تشاخه نگه دار که نور بگیره و حتی میتونی اون یکی رو هم حذف بکنی، چون پیوند رو زدی بهش 5 6 تا دور تا دورش بزن، انواع اقسام اصلا انگورا رو بهش بزن، هیچ وقت قطع نکنی بندازش تو، گناه داره. آقا صاحب در مورد کاشت هندوانه باغچه برای استفاده شخصی میشه عملی راهنمایی بیشتر انجام بدید؟ هندوانه کاشتش بسیار بسیار آسونه، یکی از گیاهایی که اصلا کاشتش شاید از گوجه فرنگی هم ساده تره. شما اولا که حتما بذر هندوانه رو که در دهان نذاشته باشید، یعنی اگر برید توی مناطقی که هندوانه کاری دارن، هندوانه ها رو میشکنن، هسته هاشو به هم دارن، بقیه رو میریزن میرستن. در این حال شما هندوانه که بذرش به دهان نخورده باشه، چون بزاق دهان عقیم میکنه، قوه نامیرب به میبره، شما همون بذری که تهیه کردین دارید، به شرطی که کهنه نباشه، روش کپک نزده باشه، توش شته نداشته باشه، اون رو دقیقا 24 ساعت درون یک آب نگه میداری، ولی در 24 ساعت سه مرتبه آب رو عوض میکنی، بعد از 24 ساعت از آب درش میاری، به مدت یک ساعت رها میکنی یه هوایی بهش بخوره، بعد اون رو با فاصله های نیم متر روی زمین میذاری، زمین رو روش به اندازه 2 سانتی متر کود بسیار نرم میریزی، حالا کامپوست میتونی بریزی، میتونی پیت ماس بریزی، یا میتونی کود گاوی بریزی با مخلوطی از ماسه، و یه آب پاشی آب پاشی نرم میکنی و رها میکنی، ولی اگر هم بخوای میتونی این کار رو در گلدون انجام بدی، یک خاک نرم کامپوست داشته باشی که بیشترش 50% ماسه باشه، بذر رو در گلدونه خیلی کوچولو اینقدر یه لیوان آب خوری قرار میدی و اونها رو پشت پنجره‌ای که آفتابگیر هست میذاری، آب زیاد نمیدی، گلابش نمیکنی، فقط بهش رطوبت میرسونی و زمانی که دیدی نشاط تولید شده ور نمیداری، بلافاصله بکاری، بهش فرصت میدی به اندازه 10 سانتی متر بیاد بالا، 5 تا 6 تا برگ تولید بکنه، بعد اون رو به حالت نشاط منتقل کن به باغچه مبارکت، انشالله که تابستون هندوانه بخوری و جای ما رو خالی کنی. آره میشه، چرا نشه داداش؟ من نمیدونم منظورت چیه. حالا لیمو که تازه از دانه کاشته شده و نزدیک به 2 سال داره رو باید چی کار کرد؟ هیچی، لیمو شما 7 سال دیگه به شما لیمو میده اگر صبر داشته باشید. نمیدونم توی گلدون کاشی یا روی زمین، 7 سال صبر بکن، از این 7 سال 2 سالش گذشته، 5 سال دیگه صبر بکنی، انشالله به میوه خواهی رسید. خب دوستمونم نوشته کچل کلاچه، آبگوشت و کله پاچه، شوخی بود همین، مرسی، فدات بشم، ممنون، قربونت برم. خب درود جناب صابر، مراقبت از پیوند گردو و آیا آب بدیم نهال پیوند شده؟ ببینید وقتی که پیوند که شد ما نمیذاریم که پیوند خشک بشه، ما فقط یه رطوبت نسبی بهش برسونیم، هیچ وقت نمیذاریم خشک بشه و گلابش نمی کنیم، آبیاری وحشتناک نمی کنیم، اجازه میدیم تا یه رطوبت نسبی داشته باشه تا بتونه او پیوند انجام بشه. اگر یادتون باشه در چند حالتی که پیونده نمیگیره، یکی تشنگی زیاده که تابش آفتاب هم عاملش میشه، یکی آبیاری بیش از حده، اینا عواملیه که پیوند نگیره. پیوند گل روز کی هست؟ پیوند گل روز صبر بکن، روزات کاملا برگ بده، کاملا برگاش باز بشه، وقتی برگاش کامل باز شد اون موقع وقت پیوند زدنشه، هر جای دنیا که هستی. سلام و عرض ادب، مرسی، متشکرم، لطف دارید، ممنون شما.